بچه تو این ویدیو میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم آیا انقلاب 57 قابل پیشبینی بوده یا نه. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اشرام از تایملس روم. بچه تو این ویدیو میخوام در رابطه با انقلاب 57 و علتهای انقلاب صحبت بکنم. محتوای کتاب صدایی که هرگز شنیده نشد بر اساس پژوهش‌های دو نفر بچه‌ها، یکی مجید تهرانیان یکی علی اسدی. این دو نفر تو اواسط دهه 1350 میان یه سری پرسشنامه تهیه میکنن، اینا رو توی مراکز مختلفی که حالا میشناسن پخش میکنن و انگار از مردم یه آمارگیری میکنن. نظرشون رو در رابطه با سیاست، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی جامعه میپرسن. بعد از روی این پرسشنامه‌ها یه سری تجزیه تحلیل‌های جامعه شناسانه در میارن. البته ممکنه ما بخوایم به روششون نقد وارد بکنیم، اما امروز روز که یعنی ما از انقلاب سال 57 گذشتیم، میتونیم بریم این گزارش‌ها رو دوباره بخونیم ببینیم آیا از این گزارش‌ها ما میتونستیم پیش بینی بکنیم که انقلاب سال 57 رخ میداده یا نه. که البته ممکنه این روش درستی هم نباشه. چرا؟ چون ما الان میدونیم خب انقلاب شده، بعد همین ممکنه به ما یه سوگیری بده که وقتی میریم سراغ گزارش‌ها بخوایم این گزارش‌ها رو جوری برای خودمون تجزیه تحلیل بکنیم که به اون نتیجه برسه. حالا به این موضوع کاری ندارم. خود اصل این مفهوم کتاب و اتفاقی که افتاده برای من خیلی جذاب بود. من عنوان کتابم وقتی خوندم برام خیلی جالب شد، صدایی که شنیده نشد. یعنی انگار کتاب خودش با اسمش داره مفهومش رو میگه. یعنی انگار انقلاب سال 57 از چند سال جلوتر، 5 سال، 6 سال، 7 سال جلوتر قابل تشخیص بوده که این اتفاق داره توی جامعه میفته. یعنی جامعه انگار داره به سمت یک رشد و توسعه اقتصادی میره، اما چون این رشد و توسعه اقتصادیش یک دست نیست و پایه‌های محکمی توی فرهنگ جامعه نداره، ممکنه باعث این بشه که توده مردم در مقابل این توسعه اقتصادی به اصطلاح نتونن آداپته بشن، نتونن این تغییرات رو تحمل بکنن و چه بسا شروع به مخالفت بکنن با سیستمی که داره این حالا رشد اقتصادی به وجود میاره. البته بچه‌ها خود این مفهوم رشد اقتصادی خیلی جای بحث داره. چوراز، چنل چوراز، یه ویدیو خیلی جذاب ساخته در رابطه با رشد اقتصادی در طول 5 دهه اخیر ایران. اتفاقا شاید بهترین جای رشد ایران سال 57 نبوده، سال 47 بوده. یعنی زمانی که ایران میتونه نفتای خودش رو با قیمت بالاتر بفروشه تو اوایل دهه 1350، ما احتمالاً باید رشد اقتصادی خیلی خوبی رو تجربه می‌کردیم. اما این افزایش درآمد چون با تورم خیلی زیادی همراه شده بود، در نهایت شاید خیلی نتونست رشد اقتصادی برای مردم به وجود بیاره و بیشتر باعث اختلاف طبقاتی شد. در مورد موضوع اقتصادی اگه دوست دارین اطلاعات بیشتری کسب بکنید، من توصیه میکنم که ویدیوهای چوراز رو ببینید. حالا بریم وارد مطالب اصلی این کتاب بشیم بچه‌ها. کلا این توی این کتاب چیاش برای من جالبه؟ یه سری سوالاتش برای من خیلی جذاب بود. مثلا از آدما رفتم پرسیدم شما چقدر کتاب میخونید؟ کتابایی که میخونید موضوعش چیه؟ توی چه سالی؟ تو همون هولوش سال 52-53. و اتفاقا چیزی که برای من جذابه، بخشایی هست که خیلی به امروز روز ما شباهت داره، چون اونجا انگار یه شرایطی بوده که انگار داشته انقلاب می‌شده، مردم ناراضی بودن، این شرایط خیلی به شرایط ما نزدیکه. یه سری بخشش هم هست که منو ناراحت میکنه. اینکه توی همون زمان هم انگار مردم به اندازه کافی سواد سیاسی ندارن و انگار فقط از شرایط ناراضین و میخوان یک چیزی رو تغییر بدن بدون اینکه دانش و آگاهی لازم راجع به شرایط درست تغییر دادن رو داشته باشن. یعنی ما میبینیم که حتی بعضا قشر دانشجو هم که اون موقع خیلی قشر فعالی بوده مطالعات کافی نداره. حالا اگرم مطالعی داره بیشتر در حوزه مذهبی، حالا اینش که ایراد نداره، ولی مسئله اینه که اصلا مطالعهش در نهایت مطالعه کافی نیست. متاسفانه این اتفاق همین امروز روزم هست. یعنی همین امروز روزم ما ناراحتیم از شرایط، دلمون میخواد که اوضاع رو دگرگون بکنیم، اما کماکان پتانسیل دانشی رو، پتانسیل آگاهی لازم رو من به شخصه توی اطرافیانم که حالا دانشجو هم هستن نمیبینم. یعنی امروز روز هم ما کماکان به نظرم آگاهی سیاسیمون بالا نیست، ولی یه سری نظراتم خب به اون موقع شبیهیم، میخوایم شرایط رو عوض بکنیم، میخوایم انگار که یک انقلابی رو به ثمر برسونیم، اما شاید به اندازه کافی کنترل شده نیست این خواسته ای که داریم. طرحی که مجید تهرانیان و علی اسدی
میخواستن اجرا بکنن، یعنی عنوان این برنامه که داشتن طرح آینده نگری بوده اتفاقا، یعنی میخواستن سری گزارش با کمک چند تا از رفقا و کسایی که میشناسن جمع‌آوری بکنن که بتونن پیش بینی بکنن آیا جامعه ما الان که تونسته درآمد خیلی زیادی از طریق نفت کسب بکنه و احتمالا داره در مسیر توسعه قرار میگیره، پتانسیل و کشش فرهنگی لازم برای این کار رو داره یا نه. یعنی با همچین ایده ای که ایده خیلی جذاب و خوبی هم هست شروع کردم به مطالعه و پژوهش و اتفاقا این طرح رو بردم به رضا قطبی که حالا گفت اینجا اشاره شده که اون موقع رئیس تلویزیون هم بوده، پیشنهاد دادن که یعنی میخواستن از اون هم کمک بگیرن توی این اطلاع رسانی و توی این جمع‌آوری اطلاعات و ایشون هم خیلی استقبال کرده از این طرح و پشتیبانی کرده. بالاخص بچه‌ها توی این گزارشاشون خیلی به تاثیر رسانه هم اشاره شده، یعنی هم تاثیر رسانه بهش اشاره شده هم رفتن خیلی اطلاعات از مردم جمع‌آوری کردن که ببینن چقدر از اطلاعاتی که شما دارید، چقدر از سوادی که شما دارید ناشی از کتاب خوندنه، چقدرش ناشی از رادیوه، چقدرش ناشی از مجلاته، چقدرش ناشی از در و همسایه است. و اتفاقی که جالب اینه که بخش زیادی از آگاهی مردم تو همون زمان از طریق در و همسایه بوده، مخصوصا توی روستاها، یعنی توی روستاها کماکان اون بخش ارتباطات دهن به دهن یعنی گفتگوها اولویت داشته به اطلاعاتی که البته خب به خاطر شرایط هم بوده، اطلاعاتی که از تلویزیون و رادیو میگیرن، یعنی چون دسترسی ها ضعیف بوده تنها منبع آگاهی مردم و تنها نظراتی که داشتن ناشی از اطلاعاتی که بوده که از در و همسایه گرفتن. تو این گزارش ها ما به دو تا نکته عمده میرسیم بچه‌ها. اگه بخوایم همین اول کار، البته خیلی اول کار نیستیم، چند دقیقه تا الان توضیح دادیم، بخوایم فهوای کلام رو بگیم. دو تا نکته اصلی اینه. میگه آقا دو تا نکته مهمه، یکیش اینه که جامعه ما داشته به واسطه همون درآمدهای نفتی که گفتیم در مسیر توسعه اقتصادی قرار می‌گرفته و میتونسته به یکی از قدرت‌های اصلی منطقه تبدیل بشه و یک قدرت تعیین کننده باشه، یا به زعم حالا رفقای خارجی که اون موقع داشتیم ایران میتونسته به یک جزیره ثبات تبدیل بشه. اما در همون زمان به واسطه حالا قدرتی که حکومت پیدا می‌کنه یه مقدار به سمت دیکتاتوری هم پیش میره، یعنی به واسطه قدرتی که داشته میتونسته صدای مخالفاش رو از بین ببره یا نادیده بگیره یا نشنیده بگیره اون صداها رو و انگار سرمست از اون درآمدهای نفتی که داشته و این خوشحالی که در مسیر توسعه انگار کشور قرار گرفته، میخواد قدرت نظامیشو زیاد بکنه، میخواد قدرت اقتصادیشو زیاد بکنه، اما انگار این توسعه و این منابعی که به دست ایران رسیده براش خیلی سودمند نیست. ما قبلا یه ویدیو کار کردیم بچه‌ها راجع به درآمدهای نفتی بود و نفرین منابع، یعنی کشوری که منابعش زیاده مثل همین منابع نفتی نه تنها در خیلی از موارد و در خیلی از جاهای دنیا این به نفعش نبوده که باعث ضرر شده، مثل اتفاقی که تو ایران افتاده. یعنی به ظاهر وقتی ما درآمد اون از نفت زیاد میشه کشور ما باید خوشبخت‌تر بشه دیگه، ما باید بتونه کشورم تو مسیر توسعه قرار بگیره، اما اگه این توسعه نامتوازن باشه و درست این پول‌ها و درآمدهایی که ما از نفت داریم درست وارد اقتصاد نشه میشه بلای جون اون کشور، اتفاقی که متاسفانه در مورد ایران افتاده. و این تغییرات اقتصادی و بزرگ شدن انگار قشر متوسط جامعه، این مصرفگرایی که بعدش به وجود میاد باعث یه سری تضادهای فرهنگی میشه، یعنی جامعه انگار کپ میکنه، جامعه‌ای که تا دیروز یه سری ارزش‌ها داشته مثل صرفه‌جویی از امروز به بعد به خاطر پولای زیادی که اومده این چشم و همچشمی و این مصرفگرایی اتفاقا میشه ارزش. خب این باعث میشه مردم بترسن، این باعث میشه یه دو دستگی به وجود بیاد، مردم پتانسیل این آداپته شدن با این درآمدهای نفتی و این سیستم اقتصادی رو ندارن. یه نکته هم همینجا بهتون بگم بچه‌ها، قطعاً دلایلی که تو این کتاب گفته کل دلایلی که انقلاب شده نیست، ما صرفاً داریم بخشی از این عوامل رو بررسی می‌کنیم، یعنی ممکنه خیلی عوامل دیگه هم نقش داشتن که تو این ویدیو یا تو این گزارش‌ها بهش اشاره‌ای نشده باشه، صرفاً می‌خوایم از یک نگاه دیگه هم به این موضوع بپردازیم. یه اتفاق بعد دیگه هم که میفته، حکومت توی اون زمان یعنی حکومت پهلوی به واسطه قدرتی که حالا کسب میکنه یه مقدار صدای مخالفانش رو سعی میکنه ساکت بکنه و این ساکت شدن در مورد قشر نخبه جامعه هم رخ میده. مثلا گفته شده توی همین مطالبی که توی گزارش ها اومده و بررسی‌هایی که اطرافیان کردن که معمولا در اکثر جاهای خوب و متمدن دنیا با افزایش تعداد افراد تحصیل کرده، افراد مقدار دخالتشون در امور سیاسی افزایش پیدا میکنه. مثلا وقتی تو جامعه تعداد افراد باسواد، تعداد افرادی که میرن دانشگاه رشد پیدا میکنه، تعداد افرادی که توی سیاست هم میان وارد میشن و اثرگذار میشن افزایش پیدا میکنه. اما تو ایران این اتفاق برعکس افتاده، یعنی هرچی افراد تحصیل کرده تر میشن
ورودشون و دخالتشون توی مسائل سیاسی کمتر میشه. حالا یه بخشیش خودخواسته است، یه بخشیش هم ناشی از حکومته. یعنی اتفاقا حکومت افراد تحصیل کرده رو پس میزنه، به جای اینکه از این نخبه ها استفاده بکنن. توی ایران میگم فکر کنم الان هم همچین اتفاقی داره میفته، به جای اینکه افراد تحصیل کرده رو جذب بکنن به سیستم، افراد تحصیل کرده رو سیستم پس میزنه. یعنی مثلا اینجا خودش مثال سوئد رو زده بود، مثلا کشورهای اسکاندیناوی که اینا مثلا نرخ دخالت افراد تحصیل کرده توی سیاست معمولا مثلا 70% یعنی 70% افراد تحصیل کرده بالاخره در موضوعات اقتصادی دخالتی میکنن، مثلا در انتخابات شرکت میکنن، دوست دارن اثرگذار باشن. اما در ایران هرچی افراد تحصیل کرده تر میشن این روند برعکسه. یا مثلا میگه از دانشجوها پرسیدن توی اون زمان که شما چقدر به سیاستمداراتون اعتماد دارید که بتونن مشکلات رو مرتفع بکنن، این مشکلات رو حل بکنن. میگه 90% جمعیت دانشجو در اون زمان اعتقاد داشته که سیاستمدارهای ایران توانایی حل موضوعات رو ندارن. اما میگه توی همون زمان توی امریکا 70% دانشجوها به سیستم نظر مثبت داشتن و همینطور به سیستم قضاییشون، یعنی هم به عادلانه بودن سیستم قضاییشون باور داشتن، همین که در مجموع تصور غالب این بوده، یعنی 70% دانشجو، که دولت از پس مشکلاتی که به وجود میاد میتونه بگذره، یعنی میتونه اون مشکلات رو حل بکنه. حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که آقا اگه این گزارش تهیه شده، اگه این گزارش اومدن حالا توی مراسمی اتفاقا توی شیراز راجبش صحبت کردن تو سال 54، یعنی چند سال قبل انقلاب این گزارش تهیه شده دیگه، چرا کسی به این گزارش توجه نکرده؟ یه نقل قولی از خود مجید تهرانیان هست که خیلی جالبه. مجید تهرانیان یه نقل قولی میکنه از کمدی الهی دانته و میگه توی کمدی الهی یک صحنه ای است که میان دست خود دانته شاعر رو میگیرن و میخوان ببرنش توی جهنم و میگن جهنم جاییه که حقیقت مطلق حکم فرماست. میگه گزارش های ما هم یه همچین کاری رو داشت میکرد، چون گزارش هامون داشت نوید یک اتفاق خطرناک رو میداد، البته نوید که اتفاق خوبی نبوده، ولی داشت شرایط رو خیلی بد نشون میداد و داشت میگفت که اتفاقا یک بحرانی پیش روه و البته که این بحران حقیقت داشته. جامعه توی اون لحظه و حالا افرادی که توی حکومت بودن دوست نداشتن با این موضوع مواجه بشن. میگم چون یک اتفاق خوبی، یک درآمدهای خیلی زیادی هم قبلش کسب کرده بودن، یعنی اتفاقا توی یک امیدواری مطلق بودن، اصلا به این موضوع فکر نمی‌کردن که جامعه ممکنه توی زیر پوست شهرش، زیر لایه‌هاش داره یک روند دیگه اتفاق میفته، روندی که اصلا توسعه یافته نیست، روندی که کاملا برخلاف حکومته. میگه چون این برای حکومت خیلی سنگین بود، اصلا دوست نداشت مواجه بشه با این واقعیت. یه سری از سوالاتی که اینا اتفاقا از افراد پرسیدن خیلی چالش برانگیزه بچه و نتایجش خیلی جالب. مثلا یه سوالی کردن از افراد، گفتن که شما فهم میکنید آیا اصول شریعت و مذهب میتونه مشکلات زندگی و معیشتی مردم رو حل بکنه یا نه؟ حالا این مخاطباشون رو به 3 تا دسته تقسیم کردن. یه دسته کارگزارایی بودن که حالا توی تلویزیون و رسانه کار میکردن، یه دسته افراد سرشناس جامعه بودن، یه دسته هم دانشجو. میگه افراد سرشناس جامعه و افرادی که توی تلویزیون و رسانه ها کار میکردن حدود 55% مخالف بودن، یعنی گفتن خب مذهب نمیتونه مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه یا اصول دین فی نفسه نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. اما جالب اینه که میگه دانشجویان توی اون زمان 2/3 موافق این بودن، یعنی 2/3 دانشجو فهم کردن که ما فقط با تکیه بر اصول دین و مذهب میتونیم مشکلات سیاسی و معیشتی امروز جامعهمون رو حل بکنیم. حالا یه چیز جالب دیگه هم میگه بچه‌ها در رابطه با میزان مطالعه. مثلا میگه میزان مطالعه، حالا یه سری آمارهای دقیقه بچه‌ها توی کتاب اومده و من دارم کلیاتش رو به شما میگم، این آمارها دقیقه، اومدن تقسیم بندی کردن، حالا اون موقع اکسل نبوده ولی قشنگ جدول کشی کردم، من تو این ویدیو جدول دقیقشو میذارم. از افراد پرسن که شما چقدر مطالعه میکنید، مثلا در مورد افراد سرشناس و افرادی که تو تلویزیون بودن حدود 4-5 حدود مثلا 1-2% بودن که مثلا تو یک سال آخر، یعنی یک سال منتهیش به اون سال، اصلا مطالعه نداشتن. ولی دانشجو مثلا حدود 5% گفتن توی سال آخر اصلا مطالعه ای نداشتن. حالا بلو بگیم حتی مطالعه مذهبی، مطالعه کتب مذهبی هم حالا مسئله ای نیست، اصلا اینا کتاب نخونده بودن توی یک سال آخرشون و این برای من خیلی جالبه. یعنی من فهم کردم در اون زمان اتفاقا قشر دانشجو قشری بوده که مطالعه زیادی هم داشته، اما اتفاقا قشر دانشجو توی همون موقع مطالعه کمتری هم اتفاقا شاید داشته نسبت به افراد سرشناس، نسبت به افرادی که توی رسانه هستن و این برای من خیلی عجیب بود. خود پژوهشگرا اومدن یه تجزیه تحلیل کردن، میگن چرا اینقدر علاقه به مذهب
توی قش دانشجو وجود داشته. میگه توی آمارگیری‌هایی که ما می‌کردیم میتونیم دو تا دلیل رو ببینیم که چرا دانشجو اینقدر تمایل به مذهب داشتن. میگه عامل اولمون میتونه این باشه که اولا تعداد زیادی از دانشجوهایی که توی دانشگاه تو اون زمان تحصیل می‌کردن دانشجوهایی بودن که تازه اصلا به شهر اومدن، یعنی افراد روستانشینی بودن که خب قبلا یک عقبه مذهبی و سنتی داشتن و بعد الان به تازگی تونستن به واسطه رشد اقتصادی بیان توی شهر، بتونن یه مقدار تحصیلاتشون رو افزایش بدن. یعنی کماکان قشر تحصیل کرده ای که توی شهر حضور دارن عده زیادیشون قبلا روستانشین بودن و خب یعنی عقبه خانوادگیشون یه عقبه مذهبی بوده. نکته بعدی هم اینه که میگه جامعه ما چون داشت در مسیر توسعه اقتصادی قرار میگرفت، یک سری رقابت ها داشت از نظر اقتصادی توی جامعه شکل میگرفت. طبعا در جوامع سرمایه‌داری ما میدونیم این هست دیگه، وقتی جامعه سرمایه‌دارتر میشه رقابت ها سنگین‌تر میشه، رقابت های اقتصادی توی اون جامعه. میگه این رقابت های اقتصادی اون موقع اون جنبه استرس‌زاش برای دانشجو بیشتر بود، یعنی دانشجو از آینده میترسیدن، میگفتن اگه روند اقتصادی بخواد اینطوری پیش بره، یعنی ما یک درآمد زیادی داریم اما چون این درآمد خیلی نامتوازنه مشخص نیست که دقیقا قراره چه بر سر اقتصاد بیاره، ما نسبت به آینده یک ترسی داریم. و میگه خود این ترس هم باعث این بود که اتفاقا دانشجوها در قبال توسعه جامعه نظر اقتصادی یه مقدار گارد داشته باشن. و میگه مذهب برای اینا یک پناهگاه امن ذهنی بود برای اینکه در مواجهه با ترسی که از اون توسعه اقتصادی دارن بتونن به کمک مذهب بگذرن، یعنی اون ترسشون رو به یک نوعی حل بکنن. یه آمار جالب دیگه هم میده بچه در رابطه با کتاب‌های مذهبی. میگه آقا تو فاصله بین سالهای 1333 تا 1342 10% حدوداً از کتاب‌هایی که چاپ می‌شده کتاب‌های مذهبی بودن. میگه در صورتی که ما تو سال 1351 یعنی حدوداً 10 سال وقتی از اون می‌گذریم، درصد کتاب‌های مذهبی به 25% میرسه و در سال 1352 به 76%. یعنی چی شد؟ اول بوده 10% تو بازه 10 ساله بین 1333 تا 1342، تو 1351 25%، تو 1352 یعنی تو همون یک سال 75% کتاب‌های چاپ شده موضوعات مذهبی داشته. میگه تو بازه بین سال 1333 تا 1342 کتاب‌های مذهبی از نظر موضوعی رتبه 4 داشتن، یعنی اول مردم ادبیات رو مطالعه می‌کردن، بعد تاریخ و جغرافی، بعد علوم اجتماعی، بعد مقام چهارم کتاب‌های مذهبی داشته. اما تو سال‌های 1352 و 53 که میرسیم بیشتری موضوعاتی که مردم مطالعه می‌کردن کتاب‌های مذهبی بودن. حتی میگه تیراژ چاپ کتاب قرآن به 700,000 نسخه رسیده بوده، یعنی پرفروش‌ترین کتابی بوده که توی اون زمان داشته چاپ میشه. مثلا در رابطه با رسانه‌ای مثل رادیو هم خیلی آمار جالبی به ما میده. میگه به طور میانگین ما متوجه شدیم که افراد، البته اون موقع خب میدونیم تلویزیون خیلی گسترش نداشته، افراد به طور میانگین 2.5 ساعت رادیو گوش میدادن، حالا تو ساعت‌های مختلف روز. میگه حالا ما یه آماری گرفتیم از افرادی که رادیو گوش نمیدن توی روستاها، توی شهرها، و دلایل رو ازشون پرسیدیم که شما چرا رادیو گوش نمیدید. میگه افرادی که رادیو گوش نمیدادن توی روستاها غالبا علتش این بوده که اینا به رادیو دسترسی ندارن یا فقط توی مکانهای عمومیشون میتونن رادیو گوش بدن. و میگه نکته جالب اینه که ما توی شهرها هم باز تو قشر تحصیل کردمون کم شدن گوش دادن به رادیو رو میبینیم، یعنی دو تا قشر بودن که از این میانگین 2.5 ساعته کمتر داشتن رادیو گوش میدادن، یکی روستانشینا، یکی اتفاقا افراد تحصیل کرده. حالا میگه افراد تحصیل کرده چرا رادیو گوش نمیدادن؟ احتمالا به این علت که برنامه‌های رادیو رو مفید نمیدیدن، یعنی اون افراد کلا به رادیو دسترسی نداشتن، روستانشینان ما. افراد تحصیل کردمون هم به دلایل دیگه سطح کیفی محتواهای برنامه رادیو رو خوب نمیدونستن. و به طور کلی بچه در رابطه با تلویزیون هم این مطلب چند بار توی این کتاب گفته شده که کیفیت این محتواها فارغ از جهتگیریشونا، یعنی اصلا بحث این نیست که این محتواها مذهبی هستن یا نه، یعنی اون هم جزی از دلایل این که افراد گوش نمیدن بوده. مثلا افراد محتواهای رادیو رو یا به این علت که دسترسی نداشتن گوش نمیدادن توی روستاها، یا خیلی هاشون به این نکته اشاره کردن که این برنامه ها رو گناه میدونستن هم توی رادیو هم توی تلویزیون. اما فارغ از این سطح کیفی برنامه ها رو حتی افراد تحصیل کرده هم نازل میدونستن. حالا به یه آمار جالب دیگه میرسیم بچه‌ها در رابطه با مجله. خود این نویسنده هم توی پژوهشاشون تعجب کردن، میگن مجله برخلاف کتاب اتفاقا مخاطب بسیار زیادی داره. یه سری نکات جالب هم توش هست، مثلا مجله ها رو برخلاف کتاب ها و روزنامه ها
توشون خانوما درصد بیشتری از مطالعه رو دارن، یعنی روزنامه ها و کتاب ها آقایون درصد بیشتری مطالعه میکردن، اما در مورد مجله ها خانوم. و یه چیز دیگه در رابطه با مجله جالبه، میگه ما وقتی کتاب رو بررسی میکنیم هرچه سطح تحصیلات افراد بالاتر میره مطالعه کتابشون افزایش پیدا میکنه به طور میانگین، اما در مورد مجله پیک مطالعه پیک دیپلمه. یعنی چی؟ یعنی افراد تا زمانی که دیپلم میگیرن خیلی علاقه‌مندن مجله بخونن توی اون دوره، اما دیپلم رو که رد میکنن مثلا به سطح تحصیلات عالی میرسن دوباره باز خوندن مجلهشون کم میشه و خوندن کتابشون افزایش پیدا میکنه. میگه ما اینو چجوری میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم؟ من پیش خودم میگم بچه‌ها شاید مجله مثل سوشال مدیای اون موقع بوده. یکی از دلایلی که میگه در رابطه با محبوبیت مجله موضوعاتی که توی مجلات بهش میپرداختن، خیلی از مجلات داستان کوتاه داشتن، خیلی از مجلات به موضوع سلبریتی‌ها میپرداختن، زندگی شخصی بازیگرا رو میومدن میگفتن، داستانای کوتاه و ترسناک و سرگرم کننده کلا توشون وجود داشته. به خاطر همین قشر مثلا دبیرستانی اون موقع علاقه زیادی به این جور محتواها داشته، اما بعد از اینکه دیپلم میگرفته انگار میرفته دانشجو میشده دیگه رویاتش عوض میشده، دیگه انگار براش این مطالب جذاب نبوده، مطالعات دیگه یا انجام میداده، البته اگه اصلا کلا به اون مرحله میرسیده. من اینو اتفاقا مثل سوشال مدیا زمان خودم میدونم بچه ها. ما الان توی سوشال مدیا داریم دیتای زیادی میگیریم ولی دیتای بیخودیه، یعنی بسیار بیخود و بیکیفیته هممون. خب و میگم باز هم قشر روشن فکر ما، قشر تحصیل کرده ما هست که نمیگم از سوشال مدیا استفاده نمیکنه، اما مقدار استفادهش از سوشال مدیا رو کم میکنه، سعی میکنه به محتواهای مفیدتر بپردازه. ولی کماکان با توجه به موضوعاتی که در رابطه با مجلات اون موقع گفته شده، من حس میکنم که میگم حالتی مثل سوشال مدیا الان داشته، محتواهای سرگرم کننده اما به شدت بیخودی و بیمعنی. یعنی توی همون زمان هم ما این موزل رو داشتیم. یه سری سوالات دیگه هم بچه توی کتاب هست که جواباش خیلی صریح و ساده مطرح شده ولی برای من جالبه. باز مثلا سوال پرسیدن که شما زن با حجاب رو ترجیح میدین یا بی حجاب. بعد جالبه بچه توی جدولی که به عنوان پاسخ افراد گذاشته شده نوشته شده که آقا مثلا این افرادی که ما ازشون سوال کردیم توی چه سنی بودن، توی چه تحصیلاتی بودن، ساکن شهر بودن، روستا بودن یا نه، یعنی خیلی دقیق و تفکیک شده اومدن جوابا رو بررسی کردن. اما به طور میانگین اگه میانگین کل رو در نظر بگیریم 75% افراد مثلا اون موقع دوست داشتن که همسرشون یه خانم با حجاب باشه. یا مثلا اینم برای من خیلی جالب بود، پرسیدن که به نظر شما آیا ما در تربیت فرزند لازمه که به زور متوسل بشیم؟ 93% به طور میانگین گفتن نه، و جالب اینه که 94%ش آقایون بودن، 92% خانوما، که میانگین شده 93. یعنی ماهایی که توی خاطرات پدر مادرمون فقط خاطره کتک خوردن رو میشنویم، توی پاسخنامه‌ای که از افراد گرفتن گفتن روش‌های مسالمت آمیز با فرزند بسیار پسندید است. البته میگم این پرسشنامه‌ها خیلی وقتا ممکنه که ما رو به بیراهه بکشونه. چرا؟ چون خودمون میدونیم که خیلی از این افراد سوالات رو صادقانه جواب نمیدن و میگم با توجه به جواب دادنشون به این سوال‌ها هم میشه تا حدی متوجه شد که همه این جواب‌ها صادقانه گفته نشده. البته توی همون موقع هم توی گزارش‌ها اشاره شده که یک سری از این سوالات با توجه به موضوعشون احتمال اینکه افراد بخوان پاسخ‌های اشتباه بگن یا اصلا دروغ بگن وجود داره. و در نهایت یه سوالی که به نظر من خیلی مهمه که در انتهای اون گزارش از افراد پرسیده میشد و امروز روز هم دغدغه ما هست، اینه که از افراد پرسیدن شما چقدر دولت رو یا حکومت رو کلن مؤثر میدونید یا موظف میدونید به حل مشکلاتی که دارید. میگه باز قشر روستانشین توی همون زمان اعتقاد زیادی داشتی که همه مشکلات رو باید دولت حل بکنه. حالا چند تا حالت داشته، از افراد میپرسیدن که نظر شما همه مشکلات رو باید، یعنی مشکلاتی که به وجود میاد رو همه رو به عهده دولتی که حل بکنه یا با همکاری شما با همدیگه است یا اصلا به دست مردم. اکثر افراد توی روستا و البته به طور میانگین اکثر افراد توی ایران دولت رو عامل اصلی دونستن برای حل کردن مشکلات. من فکر می‌کنم که بچه‌ها امروز روز هم ما باید این تغییر تفکر رو تو خودمون به وجود بیاریم. کماکان هم من این حس رو دارم که افراد انتظار زیادی از حکومت دارن. البته که حکومتی که خودش میاد همه جا رو تصرف میکنه طبیعیه که مردم ازش انتظار داشته باشن، یه بحث دیگه ایه. ولی منظور من اینه که اگر قراره یک حکومتی عوض بشه، اگر قراره ما به یک دولت بهتری برسیم، حالا دولت رو به منظور معنی لغویش نمیگم، همون حکومت بهتری برسیم، باید اینو بسنجیم بچه‌ها که هرچه شما
انتظارات بیشتری از دولت داشته باشی، باید حوزه هایی که دولت توش دخالت میکنه رو هم افزایش بدی. بهتر اینه که ما حوزه های دخالت رو، یعنی به اصطلاح جاهایی که حکومت میتونه توش دخالت بکنه رو کم بکنیم، یعنی به حکومت یا دولت حداقلی برسیم و بخش زیادی از مسائل اقتصادی رو خودمون شروع بکنیم حل کردن. خودمون شروع کنیم حل کردن یعنی در اصل سیستم اقتصادی که میچینیم اون رو حل میکنه. ولی در مجموع میخوام بگم که این اتفاقیه که در مورد خیلی کشورهای توسعه یافته رخ داده. البته باز من الان خیلی کلی حرف میزنم بچه‌ها، من الان نمیگم دقیقاً نظام سرمایه‌داری مثلا امریکا که حداقلی ترین دولت رو داره و حداقل ترین دخالت رو میکنه توی نظام اقتصادی پس بهترین کشوره. نه، شاید خیلی کشورهای سوسیال دموکرات کشورهای قوی تری باشن، چون مثلا نروژ، اونا دولتشون حداقلی نیست، مالیات های زیادی از مردم میگیرن، اما یه سطح رفاه خیلی خوبی رو به صورت اوریج فراهم میکنن. در نهایت میگم اینکه دقیقاً کدوم نقطه خوبه رو من نمیدونم، باید راجبش فکر بکنیم، ولی میدونم که الان همین امروز روز ما انتظار زیادی از حکومت داریم. اصلا حکومت هم اگه عوض شه در مجموع میگم، یعنی کلا انتظار داریم که یک حکومتی، یک آقا بالا سری بیاد کشور رو در دست بگیره و همه مشکلات ما رو مثل یک قهرمان حل بکنه. خب حالا چه این حکومت چه حکومت بعدی من کاری ندارم، ما همچین انتظاری داریم. انگار توقع نداریم که مسئولیت بیفته گردن خودمون، انگار نمیخوایم خودمون پوستمون رو درگیر بازی بکنیم، نمیخوایم یه اقتصاد آزاد داشته باشیم که قطعا ریسکش بیشتره، اما حداقل بازیگر اصلیش خودمونیم. دلمون میخواد انگار ماها توی ایران انگار آدمایی شدیم که کوتوله بار اومدیم. کوتوله منظورم از لحاظ مفهومیه، یعنی افرادی شدیم که ریسک پذیریمون رو از دست دادیم و فقط به سری حداقل ها قانع شدیم و حکومت بعدی هم که میاد ازش انگار همین انتظار رو داریم که تو فقط یه سری امنیت جزئی رو برای من تامین بکن، من هیچی نمیخوام. در صورتی که میگم یه همچین مفهومی در نهایت به ضررمون تموم میشه، چون هیچ حکومتی واقعا نمیتونه عدالت رو به وجود بیاره. اصلا خود مفهوم عدالت جای بحث زیادی داره که حالا احتمالاً من توی ویدیوهای بعدیم بهش میپردازم بچه‌ها. در مجموع کتاب جالبی بود، آمارهای خیلی زیادی توش بود، من از آمارهاش واقعا لذت بردم. میگم آمارها خیلی دقیق‌تر اگه کتابو مطالعه بکنید. من میخواستم یک خلاصه‌ای از مفهوم کلی کتاب بهتون بدم که اولا خود تم کتاب دستمون بیاد، همین که یه نگاهی هرچند کوچیک هرچند جزئی به انقلاب نگاه بکنیم، ببینیم آقا قابل تشخیص بود، ببینیم آقا طبیعی بود اصلا این انقلاب، اگه طبیعی بود، اگه این انقلاب رخ داده چه عواملی باعث شده این اتفاق رخ بده، اگه اشتباهی کردیم اون اشتباه رو تکرار نکنیم، اگه مردم ایران در اون زمان یک اشتباهی انجام دادن ما امروز روز میتونیم با نگاه کردن به گذشته خودمون یک درسی بگیریم، میتونیم با مراجعه کردن به کشورهای دیگه هم درس‌های مختلفی بگیریم. اینجوری هم نیست که بگیم ایران یه تافته جدا بافته است، هم باید گذشته خودمون رو مطالعه بکنیم هم گذشته جهان رو، چون همه اینا قرار به ما کمک بکنن که یک مسیری رو با سلامت و بدون خطرهای بیشتر بگذرونیم. مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید بچه‌ها، امیدوارم جذاب بوده باشه. اگه اینطور بود لطف می‌کنید ویدیو رو لایک کنید، کانالمون هم سابسکرایب کنید. مخلص شما فعلا.